بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز برنامه پانوراما. به این بخش آیتم خبری خوش آمدید. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله جدیدترین پارت از کمک‌های خود به نیازمندان و ایتام را به دورترین نقطه شهر مقدس کربلا ارسال کرد. در این پارت کمک‌های مواد غذایی به منطقه عین التمر در 40 کیلومتری شهر مقدس کربلا ارسال شد و به دست خانواده‌های فقیر و نیازمند و ایتام رسید. گفتنیست این اقدام نیکوکارانه همزمان با اعیاد شعبانیه و در عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر کمک به نیازمندان و ایتام صورت گرفت. کاربران عراقی فضای مجازی در واکنش به اقدامات دولت ترکیه در حمله هوایی به سنجار و پروژه سد الجزره و بستن آب بر روی کشورشان هشتگ تحریم کالاهای ساخت این کشور را ترند کردند. کاربران عراقی فضای مجازی هشتگ کالاهای ساخت ترکیه را تحریم کنید در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک ترند کرد. کاربران عراقی با اشاره به اینکه پروژه سد الجزره ترکیه خطرناک‌ترین پروژه است که منافع و امنیت آبی عراق را تهدید می‌کند، نوشتند که این طرح با همکاری راهبردی آنکارا و اسرائیل در حال پیگیری است. پیش از این نیز طی ماه‌های گذشته کاربران عراقی هشتگ ترکیه باید ادب شود را در فضای مجازی و شبکه توییتر ترند کرده بودند. در اسلام آباد پایتخت پاکستان شیعیان این کشور در پی خشونت‌های فرقه‌ای علیه خود دست به اعتراضات خیابانی زدند. گفتنی است با اینکه شیعیان در این کشور بیش از 10% از جمعیت مسلمانان را شامل می‌شوند، اما مسلمانان این کشور همچنان نسبت به هویت دادن به شیعیان این کشور به عنوان گروهی که با آنها دین مشترک دارند سر باز می‌زنند. به گزارش BPE، گروه‌های فرقه‌ای از طرف ارتش پاکستان مورد حمایت قرار می‌گیرند و ارتش برای آنها سلاح، مهمات، وسایل نقلیه و حتی مسئولیت قضایی فراهم کرده است و همین امر سبب افزایش و کارایی خشونت آنها علیه شیعیان این کشور شده است. سازمان ملل هزینه‌های پشتیبانی از آموزش دختران، تهیه وسایل آموزشی، آموزش آموزگاران و آموزش از راه دور در افغانستان را مبلغ 215 میلیون دلار برآورد کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا با انتشار توییتی نوشت: برای پشتیبانی از آموزش دختران، تهیه وسایل آموزشی مدارس، آموزش آموزگاران و آموزش از راه دور در افغانستان حدود 215 میلیون دلار نیاز است. اوچا همچنین نوشت: از 8.7 میلیون نفری که نیازمند حمایت آموزشی هستند، 3.1 میلیون نفرشان در سال 2023 در اولویت قرار دارند. در همین حال، محدودیت‌های آموزشی برای دختران افغان همچنان ادامه دارد و وعده‌های مقامات کابل مبنی بر دائمی نبودن این محدودیت‌ها هر از چندی تکرار می‌شوند. گزارش‌ها از وضعیت رقتبار کارگران مهاجر در عربستان سعودی و سوء استفاده دلالان از آنها حکایت دارد. بسیاری از زنان آفریقایی که برای کار به عنوان کارگر خانگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کنند، در شرایط بغرنجی به سر می‌برند. شبکه فرانس 24 گزارشی درباره وضعیت بغرنج و رقتبار تعداد زیادی از کارگران خارجی در عربستان سعودی منتشر کرد که این کارگران مجبور به کار در شرایط سخت هستند و کارفرمایان سعودی اغلب از آنها سوء استفاده می‌کنند.
حدود 9 میلیون کارگر خارجی در عربستان سعودی حضور دارند. صدها هزار نفر از کارگران به دلیل شرایط سختی که برای مهاجران در عربستان وجود دارد، این کشور را ترک کردند. همنشینی سیاره‌های زهره و مشتری در واپسین شب‌های امسال، یعنی 10 و 11 اسفند، یکی از پرنورترین مقارنه‌های نجومی در این ایام است که کنجکاوی هر ناظری را به خود جلب می‌کند. پدیده نجومی همنشینی سیاره‌های زهره و مشتری پس از غروب خورشید اتفاق می‌افتد که به گفته کارشناسان به دلیل پرنور بودن هر دو سیاره جاذبه زیبا در آسمان شب می‌آفریند. همنشینی در ستاره شناسی به نزدیک هم قرار گرفتن دو یا چند جرم آسمانی از منظر زمین می‌گویند. زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه خورشیدی است و پس از ماه درخشان ترین جرم آسمانی طبیعی است که هنگام شب در آسمان زمین دیده می شود. مشتری بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی و از نظر دوری از خورشید پنجمین سیاره پس از عطارد، زهره، زمین و مریخ است. مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی در نجف اشرف، یک دوره آموزشی حقوقی با همکاری کانون وکلای دادگستری عراق شعبه نجف اشرف با موضوع نحوه انصراف و ابطال دادخواست و حضور دکتر حسین قصیر و دکتر حیدر طرفی برگزار کرد. این مرکز چندی پیش نیز سمیناری ادبی با موضوع دستاورد خلاقیتی نویسنده سعید الوائلی با سخنرانی ظاهر الکلابی و حمید الحریزی برگزار کرده بود که با حضور جمعی از فعالان ادبی همراه بود. برگزاری نشست فقهی هفتگی از دیگر فعالیت‌های مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف طی روزهای گذشته است. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.